تو این ویدیو میخوام به تو آموزش تشخیص رسیبی بودن و شیرین بودن هندونه رو بدم. البته اینا هیچ کدومش قطعی نیستش، اینو حتما بدونید. خیلی فاکتورهای دیگه داره که نمیشه به قطعیت گفت، ولی خیلی درصد تشخیصش رو بالاتر میبره. مثلا تا 80% کمک این روش شما میتونید تشخیص بدین که هندونه شما شیرینه و قرمزه. خب اولی کار اینه که حتما باید پوست هندونه رو قبل از قاچ کردن با مایع ظرفشویی بشورین. اگه هندونه رو تو جالیز رو زمین میذارن و کود حیوانی میدن یا هر چیزی روی خاک، به هر حال وقتی که اینو برش میزنی آلودگی و انگل وارد خود گوشت هندونه میشه و خیلی خطرناکه. مثلا هم که اینا رو از ایران که خریداری میکنین که میدونین خودتون که اوضاع چجوری و چقدر انگل داره. دومین نشونه این قسمت نوک هندونه هستش. ببینید این قسمت رو از ساقه که وقتی جدا میشه باید کاملا ببینید خوش شده باشه. اگه این خوش نباشه و سبز باشه بدون که هندونه شما نرسیده. هندونه وقتی که میرسه این قسمت که وصل شده به بوته هندونه، این قسمت کاملا باید خوش شده باشه. دوباره نشونه صداش هستش. البته خیلی ها میگن مثلا اینجوری میزنی صدا تب بده و اینه، نه یه همچین صدایی دقیقا نیست. یه هندونه رو کف دستتون میگیرین، بعد بهش ضربه میزنی. ضربه‌ای که بهش میزنی حالت اکومانند داخلش ایجاد میکنه، یعنی که ارتعاش داخلش و ارتعاش شما حس میکنی. حالا من این ضربه رو که میزنم از اون برم این رو قشنگ حس میکنی، یه حالت بسامد داره. وقتی که این حالت رو پیدا کرد میتونی شما تقریبا مطمئن بشین که این هندونه کاملا رسیده. نکته آخرم اینه که این قسمت هندونه قسمت تهش حتما کمی روشن‌تر میشه بعضی وقتا. اینم یه نشونه دیگه است که هندونه یا مثلا این قسمتش میبینی یه ذره به زردی میزنه، اینم باز نشونه رسیده بودنشه. این چند تا رو اگه رعایت بکنین فکر کنم بتونین که یه انتخاب خوبی داشته باشه. من این ذره رو که بهش میزنم هم حس میکنم که یه کمی داخلش حالت پوکمانند داره، همین که اون ذره میره و میاد داخل پوسته. این دستتون که روشه قشنگ شما اینو حس میکنید. ولی اگه این صدا رو این ضربه رو میزنین یه حالت رو ایجاد نمیکنه، بدونید که این هندونه هنوز نرسیده و خیلی گوشتی و توپر هستش، پوستش کلفتره. خب حالا من اینو قاچ میکنم که ببینیم که چی در میاد. یا شانس. ببینید یکی دیگه نشونهاش همینه که موقعی که قاچ میکنیم خودش میرزن. یعنی یه فشار آروم که میدیم ببینی خودش داره ترک میکنه میره داشه. این صدای خرش خرشش رو هشم میفهمی. ببینی از این رو بگیرم نیروی زیادی نمی کنم. خودش کاملا رفت. خب قرمزیش که قرمزه. مزش که مثل قنده. چون تو خارج کشور این خارجی که اصلا بلد نیستن که هندونه رو چجوری تشخیص بدن، همه هندونه ها یه جوره. ولی همه رو که میرین دست میزنین یا انتخاب میکنین میبینین همه شون شیرین رسیده است. تو ایران کشاورزامون همینجوری در هم همه رو قاطی پاتی میزنن، میرزن بار میزنن، میارن میدن دست مشتری. اینا ولی همه سواشر هست، مثلا تو اسپانیا اینا رو میکنن قشنگ که رسید اینا رو تحویل بازار میدن که جنسش رو فروش برو بدنام نشن. مثل ایران نیست. این نشونه ها رو که داشته باشه مطمئن باشین که تا 80% هندونه شما شیرین در میاد و رسیده و قرمز. اونو هم استفاده کنین و به کارتون بخوره.